Радиои Фардо бахши форсии радиозудӣ ба зудӣ филми мустанади наверо бо номи Дар утоқи боҷӯӣ намоиш медиҳад, ки дар бораи бадрафторӣ ва шиканҷаи маҳбусони сиёсӣ дар кишвар қисса мекунад. Қаҳрамонони филм онҳое ҳастанд, ки дар зиндону боздоштгоҳҳои Эрон азобу шиканҷа диданд ва баъди берун омадан аз кишвар тавонистанд ваҳшатеро, ки диданд, ошкоро бигӯянд. Ваҳид Пурустод, муаллифи ин филми мустанад, имрӯз дар студио бо мост. Охои Пурустод, хуш омадед. Хайр мутшаккирам аз шумо. خب شما هم به عنوان روزنامه‌نگار بازداشت و بازپرسی شده بودید، میتونید بگید که آیا ماموران امنیتی به خاطر به دست آوردن اعتراف بر دروغ معمولا از کدام اصول ها استفاده میکنند؟ من همچنان که در همین فیلم مستند در اتاق بازجویی به اون اشاره کردم و از زبان تعدادی از زندانیان سیاسی یا مدنی، اونها هم اومدن تجربیات خودشون رو از دوران زندان و بازجویی خودشون بیان کردن. خب کم و بیش شباهت هایی هم به بازداشت خود من داره، اما بازداشت و بازجویی این افرادی که من در این فیلم با اونها صحبت کردم ابعاد بیشتری داره. در ایران شیوه های بازجویی مختلفه، از شیوه ضرب و شتم گرفته تا شیوه فشارهای روحی و روانی و از جمله استفاده از سلول انفرادی به عنوان یکی از شیوه هایی است که بازجوها زندانی رو تحت فشار قرار میدن تا آنچرا که اونها تمایل دارن رو متهم یا اون زندانی بیاد بیان بکنه. مثلا هرچند که ضرب و شتم در زندانهای فعلی جمهوری اسلامی به نسبت دهه اول انقلاب کمتر شده، اما هنوز وجود داره. در حال حاضر شیوه های فشار روحی و روانی بیشتر شده. به طور مثال ممکنه که طرف رو در سلول انفرادی برای هفته ها یا ماه ها قرار بدن بدون اینکه به او سر بزنن یا به او اجازه هواخوری بدن، و این موجب میشه که زندانی تحت فشار قرار بگیره برای اعتراف کردن. هرچند که در همین مستند فیلم من افرادی هستن که خب مقاومت بیشتری کردن، اما به هر حال مقاومت های افراد مختلفه برای این مسئله. یا ممکنه که مثلا به خانواده یا همسر یا پدر یا مادر زندانی فشار آورده باشن. به طور مثال در همین فیلم فردی هست که میگه که پسر یکی از این متهمان رو گرفتن، ضرب و شتمش کردن، صدای اون ضرب و شتم رو آوردن برای این زندانی تا او تحت تاثیر اینکه فرزندش رو گرفتن مجبور به صحبت یا اعتراف بشه. واقعا دهشت است. خب اون سرگذشت اون قصه هایی که در این فیلم آورده شدند بیشترش کدامش شما رو به وحشت گذاشت؟ من فکر میکنم که هر کسی که این مستند رو ببینه، هر کدام یک از این شخصیت ها میتونه براشون جالب باشه، چون هر کدام از زاویه خاصی به ماجرای بازجویی نگاه میکنن. فردی هست که خب سلول انفرادی براش اهمیت بیشتری داشته، فردی هست که فشاری که به خانوادش وارد کردن یا به دخترش که وارد کردن و دخترش هم بازداشت کردن براش اهمیت بیشتری داره. اما در این مستند من قصه آقای رحمانی، تغییر رحمانی، برام همچنان حائز اهمیت بیشتریه، هرچند که همه این شخصیت ها داستان جالبی دارن و تجربیات جالبی از بازجویی دارن. اما ماجرای آقای تغییر رحمانی که بیش از 14 سال بعد از انقلاب سال 57 در ایران زندان بوده، برام حائز اهمیت بیشتری و جالب تره. بدانید که تجربه بیشتری داره، 14 سال تجربه زندان داره. همسر آقای تغییر رحمانی در زندان بوده و الان هم در زندانه. آقای تغییر رحمانی بعد از اینکه 14 سال تجربه زندان رو داشت، دوباره حکم 7 سالی برای او گذاشتن و او مجبور شد به خاطر اینکه دوباره این 7 سال رو تحمل نکنه از کشور خارج بشه. همسر او در ایران در زندان بیماری داره و تحت فشار سلول انفرادی و حکم سنگین 16 ساله هستش. فرزندان این دو که دو قلو هم هستن، اتفاقا بعد از اینکه مادرشون به زندان رفت مجبور شدن که به فرانسه منتقل بشن، جایی که پدرشون آقای تغییر رحمانی هست. و قصه اینها خب تا یه حدی اشاره شد مهمه. قصه آقای خدا صابر در این فیلم وجود داره که اشاره‌ای هست به اینکه ایشون اعتصاب غذا کرد، بعد از اعتصاب غذایی که در زندان کرد او رو به بهداری بردن، در بهداری هم مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بعد از 24 ساعت ایشون متاسفانه فوت کرد. و البته قصه واقعا تک تک این افراد حائز اهمیت و جالبه. خب ببینید، به هر صورت فیلم ثبت شد و آیا نگرانی های وجود دارد که بعد از نشر این فیلم اونهایی که در این فیلم استفاده شدند و به واسطه تهیه‌کاران فیلم
بازداشت نمیشوند، مورد فشار قرار نمیگیرند، تعقیب نمیشوند. ما به دلیل اینکه همین نکته‌ای که شما گفتید مشکل ساز میشد، بنابراین از با افرادی صحبت کردیم در این مستند که در خارج از ایران به سر میبرن، به دلیل اینکه افرادی که در داخل ایران هستن اگر میخواستن تجربیات خودشون رو بیان بکنن چه بسا بعداً باز دچار یک سری مشکلات میشدن. بنابراین تمام افرادی که ما با اونها صحبت کردیم در خارج از کشور هستن، اما اگر بخوام به ایران برگردن چه بسا دچار مشکل بشن، همچنان که خیلی از اینا حکم قضایی چندین سال زندان دارن و به خاطر اینکه اون حکم رو تحمل نکنن به خارج از کشور اومدن. یا خود من یا افراد دیگری که در این فیلم هستن همین تجربیاتی داریم، بنابراین فکر میکنم که اگر دوباره به ایران برگردیم شاید بابت این نکاتی که در فیلم هست دچار مشکل بشیم. تشکر زیاد برای صحبت. خیلی ممنون. همکارم وحید پروستود بود از رادیو فردا که درباره فیلم مستند قصه میکرد که به زودی در وبسایت و هم تلویزیون نشر میشود.